سکانسی که فرهاد داره درس میده توی مغازش و آنتوان میاد، اون سکانسی که خوابش میبره وقتی شاگرد داره. Bonjour. Bonjour. یه اثر فوق‌العاده است. یعنی این سکانس به نظر من همه چیز توش هست، از رنگ و از تم و از مسائل عاطفی و هر چی که انگار که دنیا خلاصه شده توی اون سکانس. خیلی خوشم میاد. شیمی احوال خوبی سه؟ مسیو فرهاد، این عکس رو برام قاب میکنی لطفا؟ سریع. چیزی که دوست دارم توی این فیلم اینه که دنیایی رو میبینیم که جای دیگه مسئله و مطرح نبوده، موضوع نبوده. یعنی یه جایی از زندگی آدمهایی رو داریم توی این فیلم میبینیم که توی فیلم دیگه ندیدیم و اصلا شاید توی زندگی خودشون هم حذفش کردن آدما. سلام. سلام. خیلی ممنون که اومدی. من نمی‌دونستم همه رشت رو می‌شناسن جز من. بفهم. مال منه؟ بله. چقدر بهم کادو میدی؟ دنیاشون فرق داره دیگه. در واقع بازنگار این پله‌ها جدا شده از هر جایی و این دو تا آدم با هم دعوا میکنن، راجبه چیزای خیلی مهم حرف میزنن، مثل خودکشی یکی از دوستاشون، ولی میبینیم که این شکلیه. یعنی این به نظر من هم خیلی واقعیه، اصلا نمیتونم، متاسفانه نمیتونم توضیح بدم راجبه حسم راجبه این صحنه ها یا به طور کلی این فیلم. بلد نیستم براش کلمه پیدا کنم که بتونه بیان کنه که در واقع چه حسی دارم یا مثلا منظورم چیه. در همه حرسم بیره نمیتونم خوب بگم. آره اون صحنه رو خیلی دوست دارم. اینو مثلا میدونم کیه، مادرتون گفته بود آنتوان. هنوز هست مگه؟ کارات زشته، نه با مزه است نه جالبه، فقط زشته. چی شد؟ صبر کنین. آی چرا اینجوری شد؟ آی چی شد؟ آه چی شد دستت؟ این عصبیه، بده ببینم. نه شوخی کرد. مسخره کردی تو منو؟ خواستم نه. تو منو مسخره کردی؟ بیمزه؟ بیه؟ اینجا میرم. چی شده؟ به خدا اگر تو دنبال من بیاد، به خدا اگر مزاحم من بشی. خانم بده تو ماشین. چرا اینطوری میکنی؟ خانم چی خواهد داشتی؟ آقا بلم کن. خانم بده که میشناسی من. نکن آقا. چرا اینطوری میکنی؟ سکانس خودم واقعا نمیتونم قضاوت بکنم، ولی باز از نظر تصویری و رابطه‌ای و اینا سکانس دم اسکله رو خیلی دوست دارم با علی. یعنی در واقع اونه که بیش از هر چیزی ما رو داخل به دنیای کودکانه وارد میکنه، ولی نه اون دنیای کودکانه که آدم از به کار بردن این عبارت هم آرش بیاد. نه من فکرم شما قطع کردیم، ببخش. اثر رفت، مانی هم قرار نیسته. اجازه داشتی دست بزنیم؟ چرا نمیشه کسی؟ اون چیزی که ما از زندگی این آدم ها میبینیم اون بخشیه که تو فیلم ها نیست و حتی شاید در زندگی واقعی آدم ها هم فراموش شده یا بهش کم توجه میدن. میگم ما نباید به اینا، مثلا اینا نباید موضوع باشه. من از این خیلی خوشم میاد. یعنی این اون چیز جادوییه که توی این فیلم اتفاق افتاده برای من.